قشنگ جلوی چش من هست که هوشنگ نهاوندی برمیگرده و حمید میگه اینجور و پاشدیم و آمدیم بیرون. دفعه بعدم باز من رفتم قرص، رابطه من ادامه پیدا کرد با اینها، با زبان دیگری با اینها حرف میزدم. ولی رفتیم و حالا این در همون موقعی که چیز حمید از من جدا شده رفته تو بخش سیاسی نظامی، ولی یه پاشم باز توی این قضایا هست. همون موقع بیژن به حمید گفته نه اینکه اصلا نری وسط، باش بین جماعت، ولی بذار فرخ تریبون بشه، تو زیاد جلو نرو. حمید آمد و ما هم رفته بودیم، مثلا گفته بودیم به حسن ضیاءظریفی وقتی که منو سوا میکنن از حمید، بیژن سوا میکنه، مسئول من میشه حسن ضیاءظریفی و مسئول حمید. بعدها واقعا نمیستم که کی مسئولش شده، اونم نمیست کی مسئول من شده، ولی بعدها که قضایی رو شد فهمیدم که سعید کلانتری شده مسئول حمید. اون رفته اونجا تعریف کرده که اینجوری شده، منم خب برای بیژن تعریف کردم که اینجوری شده داستان هوشنگ نهاوندی و اینها رو. حمید آمد دانشکده و گفت که فرخ به من تذکر دادن، گفتن که تو زیادی رفتی جلو، قرار نبود چیز اول باشی، صفحه اول باشی، چرا رفتی نشستی اونجا این برخورده کردی. و از اون به بعد حمید یه مقداری بود تو قضایی ها، ولی خودشو اونجوری جلو نمینداخت مثل بقیه بچه ها و کسایی علاقمند هستن تمایلاتی دارن برخورد میکرد. حالا یک عکسی هم هست اینجا، نمیدونم شما دارید یا ندارید، ولی من دارم. در سال 45 وقتی که شاید هم سال 46، برای سال 46 درست نمیتونم به خاطر بیارم که این داستانی که میخوام بگم مربوط به سال 45 یا سال 46، ولی قطعا مربوط یکی از این دو سال هاست که چون مال مربوط به من مربوط به سال 45، فکر میکنم شاید داستان حمیدم مربوط به مربوط سال 45 باشه، مهر ماه 45 که او تازه آمده دانشکده فنی. ما سعی کردیم اتاق کوه درست کنیم در دانشکده فنی و من هم انتخاب شدم به عنوان مسئول کوهنوردی و به بچه ها گفتم که کیا میان رأی بدن برای اینکه مسئول انتخاب بکنیم. قرار شد که مثلا اعلام بکنیم که بیان برای رأی دهی در فلان جا و مسئول کوه انتخاب بکنیم. وقتی که رفتیم تو اون اتاق من اعلام کردم که اینجوری که نشد این افراد هر کسی بره لشکرکشی کنه بیاد برای اینکه بخواد رأی بده، نمیشه، باید قرار بذاریم بریم کوه و هر کسی که کوه آمد میتونه رأیم بده. خلاصه یک جمعیت زیادی 50-60-70 نفر پاشین رفتیم کوه، عکساش هم هست که انتخابات اتاق کوه رو انجام دادیم و در اونجا شدم من مسئول اتاق کوهنوردی دانشجویان دانشکده فنی. و پیروزی بسیار مهمی که به دست آوردیم این بود که رفتیم با رئیس دانشکده مذاکره کردیم که به ما یک اتاق بده، اتاق کوهنوردی، و اون تازه اقدامات ما برای بیرون کردن اتاق ساواک از دانشکده به نتیجه رسیده بود. یعنی یه اتاقی بود که مشرف بر همه لابی اصلی دانشکده بود، زیر راپله ها دم درش هم تو خود لابی بزرگ باز می شد که ساواکی های دانشگاه تو اونجا جمع می شدن و کنترل امنیتی می کردن، رفتار بچه ها رو زیر نظر داشتن. اینا اون اتاق رو تازه گرفته بودیم از اونا، می گفتیم اینا نباید جا داشته باشن تو دانشگاه، و اون اتاق رو دادن به ما که دیگه محشر بود. اصلا چه روحیه‌ای بچه ها پیدا کردن که این مرکز ضد خلق به تصرف خلق در آمد در دانشکده فنی و آرم کوه و پلاک اتاق کوه و اینا رو زدیم جای پلاک گارد ساواکی دانشگاه. در حال اونجا این مال ما بود. حمیدم
یا همون سال بوده یا سال بعد که باز انتخابات که میشد، انتخابات فدراسیون های ورزشی دانشکده ها رو همه دانشکده ها انتخاب میکردن، به عنوان مسئول شنای فنی انتخاب شد. در سال 46 مهر ماه 46 قطعا حمید مسئول شنای دانشکده فنی بوده و سرپرست تیم شنا هم بوده. منم سرپرست اتاق کوه. یه عکسی هم هست که دم استخر دانشگاه بچه های تیم شناگر دانشکده فنی رو که مثلا 30 نفر هم میشن نشون میده که محمد علی پرتوی هم همون زیر نشسته و چهرش پیداست. عکس یادماندنیه، برات میفرستم شبه جا. وقتی که من رو دستگیر کردند، این رو بگم و خاطرات رو تموم بکنم. من رو در روز 19 بهمن 1346 دستگیر کرد. بیژن جزنی همراه با عباس سورکی روز 19 دی ماه 1346 دستگیر میشن و یک اسلحه از فولکس بیژن کشف میشه که بیژن نپذیرفته بود که این اسلحه با او بوده و میگفت که گذاشتن توی چیزم، توی ماشینم. شکنجهشون میکنن که لو بدن بقیه افراد گروه رو و اونها رو لو نمیدن، ولی نظر به سوابق و روابطی که ساواک جستجو میکنه از قبل میفهمه که اینها با دکتر حشمت الله شهرزاد ارتباط داشتند قبلا و میرن دکتر شهرزاد رو از داروخانهش دستگیر میکنن و بلوف به دکتر شهرزاد میزنن. دکتر شهرزاد هم میگه که چه کسانی، آره گروه بوده، من رو به این عنوان که توانایی کشش مبارزه مسلحانه ندارم کنار گذاشتند، کیومرث ایزدی رو به همین دلیل کنار گذاشتند و من رو فرستادن به یک بخش دیگری که بخش سیاسی سنفی بود و شدم مسئول حوزه این افراد. چون وقتی که در سال 45، اول سال 45 من و حمید رو از هم جدا کرد بیژن، من رو تحویل دکتر شهرزاد داد و حمیدم بعدها فهمیدم که تحویل سعید کلانتری و دکتر شهرزاد با ما بود تا چند ماه و من رفتم شکایت رو بردم که این زیاد تو باغ نیست و یک جفت دمپایی شستی میپوشه از این لاستیکی ها، تو خیابون با هم قدم میزنیم، همیشه هم همینجور میامد و اصلا هم یه حالتی که شور و شوق مبارزاتی در این دیده بشه من نمیدیدم و هیچ برنامه هم جلوی ما نمیزده میخواری چه کار کرده چه کار نکرده از اینجور چیزا. بیژن بعد از مدتی شهرزاد اومد گفت که من ارتباطم با شما قطع میشه و کسی دیگری میاد که در اواخر سال 45 چیز آمد، حسن ضیاء ظریفی شد مسئول ما، من و دو نفر دیگه که توی حوزه بودیم. اون دو نفر دیگه هم از گروه رو من معرفی کرده بودن، یکیشون رو جداگانه کمی میشناخت، اسمش قاسم رشیدی بود که مهندس فارغ التحصیل پلی‌تکنیک بود و نفر دیگر مجید احسن بود که از بچه های حقوق بود، هم کلاس حسن ضیاء ظریفی بود و از فعالین جبهه ملی و از نمایندگان کنگره جبهه ملی.
در